سال 2009 زمانی که دیمن سورز اولین بازی از سری بازی‌های سورز به کارگردانی هیدتاکا میازاکی منتشر شد، تنها یه چیز به زبون گیمرها شده بود. اونم این که سخت‌ترین بازی تاریخ منتشر شده. بازی که مدام داخلش می‌میرین و همه چیز از اول شروع میشه. هیچکس درباره سبک داستان سرایی دیمن سورز، نوع طراحی مراحل، طراحی دشمن‌ها و سیستم مبارزات صحبت نمی‌کرد. البته این که میگم هیچکس، منظورم محیط بین گیمرهای ایرانیه. چون اون موقع تنها راه ارتباط من با دنیای گیم مجله بازی‌نما و انجمن‌های بازی سنتر بودن. بنابراین دایره محدودی از افراد در اطرافم بودن که خب همشون فقط به همین موضوع سختی بازی اشاره می‌کردن. همین موضوع باعث شد که من قبل از اینکه حتی بازی رو تجربه کنم، چون به شخص اون موقع اصلا PS3 نداشتم، یا بدون اینکه درباره ابعاد دیگه گیم پلی این بازی اطلاعاتی داشته باشم، توی ذهنم به این نتیجه رسیدم که شخصی به اسم میازاکی توی ژاپن که دچار سادیسم یا دیگر آزاریه و تصمیم گرفته برای جلب توجه گیمرها سخت‌ترین بازی رو بسازه که هیچ کس نتونه اون رو تمام کنه و فقط دیوونه‌های علاف وقت خودشون رو به جای کال آف دیوتی بازی کردن صرف چنین بازی اذیت کننده، غیر جالب یا به اصطلاح غیر فان می‌کنن. خب اون موقع 17 سالم بود و اقتضای سن من سرعت و هیجان بود. بعد از اون توی سال 2012 نسخه اول دارک سورز اومد و من چون اکس باکس 360 داشتم، برای اولین بار خودم تونستم مزه این معجون بدمزه و سخت رو بچشم و بدون تعارف میگم که در اولین باس بازی دیسک به کشوی اتاقم منتقل شد و من دیگه هیچ ارتباطی با این بازی نداشتم، به جز اینکه اگه کسی دنبال این بازی بود بهش میگفتم که تو واقعا احمقی که وقت تو صرف چنین آشغالی میکنی. آره میدونم آدم وقتی به گذشته‌های خودش نگاه میکنه گاهی وقتا چنان منزجر میشه که حتی دوست نداره بهش فکر کنه. خلاصه من برای 3 سال دیگه با همین عقیده زندگی میکردم تا اینکه توی سال 2014 بازی دارک سورز 2 منتشر شد و دوست من به طرز عجیبی عاشق این بازی شده بود. منم طبق عقایدی که نسبت به این سری داشتم به مخالفت با این علاقه بلند شدم و گفتم تو متوجه نیستی و جوابگیر شدی و فقط میخوای ثابت کنی که یه گیمر خوبی که سخت‌ترین بازی تاریخ رو تموم کرده. با این حال دوستم بازی رو تهیه کرد و خب من منتظر بودم که خیلی زود برگرده و بگه دیگه نمیخوامش، یه بازی دیگه میخوام. چه خب طبیعتاً منم سریا نگیرزا وار یا کال آف دیوتی تحویلش میدادم و پیش خودم خوشحال بودم که یک نفر رو از راه اشتباه به راه راست برگردوندم. ولی نه، این اتفاق نیفتاد و دوست من همینطور به اون بازی ادامه داد و حتی تمومش کرد. اینجا بود که ذهن کنجکاو من فعال شد و به این نتیجه رسید که چه دلیلی داره که اون دارک سورز رو دوست داره و تمومش میکنه، ولی تو حتی حاضر نیستی این فرصت رو به بازی بدی که خودش رو بهت نشون بده. خلاصه اینکه من به دارک سورز 2 فرصت دادم و اعتراف میکنم که با راهنماهای اینترنتی و کمک دوستان بازی رو پیش میبردم، تا اینکه بعد از 1 ماه بازی رو تموم کردم و گیم پلی، نوع داستان سرایی غیر مستقیم و رضایت شکست بازهای بازی چنان من را اسیر خودشون کردن که از اون موقع عاشق این سبک بازی شدم و حتی رفتم و با سختی دیمن سورز رو خریدم و بازی کردم و لحظه به لحظهش به عقاید کورکورانه ای که نسبت به این بازی داشتم فکر کردم. اما این ویدیو بررسی دث استرندینگ و من نمیخوام این بررسی رو تبدیل به تعریف از سری سورز بکنم. پس همینجا داستان رو متوقف میکنم و میگم که من از اون به بعد دیگه هیچ وقت تا به یک بازی فرصت ندادم، رهاش نمیکنم، یا حداقل اگر رها کنم اظهار نظر منفی دربارش نمیکنم، مگر اینکه بازی بعد از 4 ساعت بازی کردن هنوز هم چیزی برای ارزش من نداشته باشه یا اشکالاتی داشته باشه که خب بدون تعارف پاکش میکنم و اگه لازم باشه دربارش صحبت هم میکنم. اما همه این حرفا رو زدم برای اینکه بگم من به کوجیما فرصت دادم و خب اون بهترین بازی عمرمو بهم داد. این شما و این بررسی من از Death Stranding. در بخش گرافیک Death Stranding مثل بقیه آثار کوجیما از مرزهای موجود عبور میکنه و تکنیکهایی استفاده میکنه که شاید بازیهای کمی بتونن باهاش رقابت کنن. یکی از برجسته‌ترین تکنیک‌ها تکنیک موشن کپچر صورت شخصیت‌هاست که چنان با جزئیات و دقیق کار شدن که شما به راحتی از حالت چهره شخصیت‌ها میتونین حس اونا رو بفهمین و این موضوع به داستان سرایی بازی که یکی از مهمترین المان‌های دث استرندینگ کمک خیلی زیادی کرده. یکی از نقاط قوت بازی توی این بخش اینه که جدای از شخصیت‌های اصلی، چهره تمام شخصیت‌های فرعی هم با تکنولوژی موشن کپچر بازسازی شده و حتی در بین این NPC ها افراد معروفی مثل کونن اوبرایان یا جف کلی حضور دارن که به شخص خیلی از دیدنشون و نقشی که توی بازی داشتن ذوق زده شدن و خاطره خوبی ازشون توی ذهنم باقی موند. یکی دیگه از ویژگی‌های منحصر به فرد دث استرندینگ مقیاس مسافت‌ها و درا دیستنس محیط‌هاست که منظره‌های
نفسگیری توی بازی خلق کردن. زمانی که از یه دره پر از بیتی عبور میکنین و به بالای کوی میرسین که شهر پورتنات سیتی در پایینش قرار داره، بود مسافت چنان زیبا و چشم‌نوازه که حس بودن در بالای یک کوه رو کاملا به شما منتقل میکنه و منظره‌ای که در دوردست ها میبینین فقط یه عکس یا تصویر بیکیفیت نیست. مکانی که شما با پایین رفتن از کوه رفته رفته بهش نزدیک میشین و بدون هیچ لودینگی واردش میشین و به بازیتون ادامه میدین. و اینجاست که دوست دارم درباره بُعد هنری گرافیک بازی باهاتون صحبت کنم. رنگ بندی های محیط کاملا حس حضور رو به شما القا میکنن و هماهنگی طبیعی بین این رنگ ها چشم های آدم رو نوازش میدن. از طرفی با اینکه معماری آینده نگرانه ساختمان ها در تضاد با ساختمان های معمولی قرار دارن، ولی این معماری به هیچ وجه بی معنا، پوچ و بی ارتباط با واقعیت نیست. وقتی برای اولین بار به یکی از ایستگاه های بریج میرسین، جدا از رضایتی که از رسیدن به مقصد حس میکنین، با بنای روبرو میشین که پرسپکتیو رو به صورت فیزیکی در معماری خودش به تصویر کشیده و همین حس ابهت و واقعی بودن این مکان رو بهتون منتقل میکنه. البته نباید فراموش کنیم که تاثیرگذاری محیط به لطف جزئیاتی هستن که هر کدوم از المان‌ها در این محیط دارن. به طور مثال زمانی که بیتی ها ظاهر میشن، در میان قطرات ناتموم بارون شما میتونین رویش و خوش شدن گیاهان رو ببینین. زمانی که شخصیت شما راه میره میتونین تکون خوردن تمام اجزای لباس و بدنش رو ببینین و وقتی توی برف راه میرین سختی حرکت کردن و تاثیر قدم ها رو به خوبی میتونین توی حالت بدن و چهره شخصیتتون حس کنین. در بخش فیزیک اشیا و شخصیت بازی در سطح بسیار بالا و سیال قرار داره، به شکلی که شما کاملا آزادی عمل دارین تا چالش ها رو تا جایی که قواعد فیزیک اجازه بدن هر جور که دلتون بخواد پشت سر بذارین. سیال بودن فیزیک بازی در واکنش های شخصیت به وزن محموله ها، شیب مسیرها، نوع سطوحی که روی اونا راه میره به اوج خودش میرسه. البته شاید کاستی هایی هم توی این بخش وجود داشته باشن، مثلا فیزیک وسایل نقلیه و به طور خاص فیزیک موتورسیکلت شما که در این عبور از مسیرهای سنگلاخ بین موانع گیر میکنه و یه دفعه با یه جهش عجیب از درون موانع رد میشه و با همون سرعت قبلش به راه ادامه میده. البته به شخصه بعد از مدتی یاد گرفتم که طراحی مراحل به شکلی که همیشه در بین سنگلاخی ترین مسیرها هم راههایی وجود دارن که موتور یا شخصیت میتونن بدون هیچ مشکل از اون عبور کنن و دیگه اون حالتهای عجیب برام اتفاق نیفتادن. همین بود که بیشتر به فیزیک عجیب وسایل نقلیه فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که تنها راه اجرای ایده عبور وسایل نقلیه از میان این محیط پهناور و پر از موانع طبیعی همین راه حلی بوده که بازیساز استفاده کرده، چون در غیر این صورت جایگزین وضعیت کنونی فیزیک وسایل نقلیه این میشد که مثلا موتور شما پس از برخورد با هر مانعی متوقف میشد، شما را زمین میزد، هلت شخصیت کم میشد، شما دوباره باید سوار موتور میشدین و دوباره سرعت میگرفتین و احتمالا چند متر جلوتر با یه سنگ متوقف میشدین و این چرخه عصبی کننده مدام تکرار میشد. برای همین وضعیت کنونی فیزیک وسایل نقلیه رو یک انتخاب عمدی میبینم و حتی گذاشتن دکمه پرش برای وسایل نقلیه نشون میده که سازنده هدفش ایجاد مانع برای پلیر نبوده، بلکه میخواسته بازیکن رو تشویق کنه که از مسیرهای هموار استفاده کنه و اگه بنا به اتفاق در جای گیر افتاد با یک پرش به سرعت چالش رو پشت سر بذاره و به راهش ادامه بده. در نهایت من این تصمیم سازنده رو خیلی دوست دارم، چون حالت دومی که توصیف کردم جهنمی میشد که لذت بردن از محیط‌های بازی رو به طور کامل از بین می‌برد. از همه اینا گذشته، اچ‌یودی رابط کاربری بازیه که به زیبایی با محیط در هم آمیخته و شما هر بار که اسکنر روی دوشتون رو فعال می‌کنید و میزان پستی بلندی‌ها رو در محیط پهناور بازی می‌بینید، به طور زیبا و قابل فهمی اطلاعات مختلفی دریافت می‌کنید که بیش از پیش به شما کمک می‌کنن از چالش‌های پیش رو عبور کنید. البته در کنار رابط کاربری، یک مپ بسیار خوب و کاربردی هم حضور داره که در حالت‌های دو بعدی و سه بعدی عمل می‌کنه و شما رو کاملاً از مسیر پیش رو آگاه میکنه. به طور کلی بازی در زمینه گرافیک بسیار عالی عمل کرده و با توجه به اینکه در حال حاضر داره روی کنسولی اجرا میشه که متعلق به سال 2013 یعنی 6 سال پیش هست، کاملا میشه از بعضی از مشکلات مثل لود نشدن تکسچرها هنگام استفاده از وسایل نقلیه در سطح بالا چشم پوشی کرد و من این موضوع خارج از دست سازنده میدونم و به نظرم با وجود تمام محدودیت ها عالی ترین نتیجه رو توی این بخش کسب کردن.
در بخش صداگذاری و موسیقی بازی در یک کلام هیچ ایرادی نداره و شما زمانی که برای اولین بار وارد محیط بازی میشین میتونین سکوت محیط رو حس کنین، سکوتی که بیروح نیست و مشابه سکوت آرامش بخشیه که توی دنیای واقعی با راه رفتن توی یه محیط کوهستانی حس میکنین. اما کمی که از این سکوت میگذره و دقیقاً در زمان و منظره مناسب و حساب شده موسیقی های با کلام بازی شروع به پخش میکنن و خدای من چه موسیقی هایی. به عنوان کسی که مدت هاست عموماً موسیقی بی کلام گوش میکنم باید بگم که موزیک متن Death Stranding واقعاً لایه دیگه از منظره پیش روتون رو توی ذهن ایجاد میکنه و یکی از خاص‌ترین و فراموش نشدنی ترین صحنه هایی رو که توی یک بازی ویدیویی دیدین و شنیدین براتون ایجاد میکنه. تا جایی که حتی بعد از پایان بازی من هنوزم به اتاق سم میرم و با موزیک پلیر بازی در حین خوندن مطالب داستانی موزیک ها رو میشنوم و بیشتر در دنیای بازی غرق میشم. گیم پلی Death Stranding انقلابی ترین بخش این بازیه و شجاعانه ترین تصمیمی است که کوجیما و تیمش گرفتن. شما برای اولین بار در یک بازی ویدیویی در این صد از بودجه شاهد این هستین که باید مراقب تک تک حرکات شخصیت اصلی باشید، از تعادل گرفته اینکه کجا و روی چه سطحی راه میره، چه باری با چه وزنی روی دوشش داره و از چه شیبی پایین میره یا بالا میاد. گیم پلی لوپ یا چرخه گیم پلی بازی به این صورتی که شما به یکی از ایستگاه های سازمان بریج میرین، یک مأموره برای ایستگاه بعدی دریافت میکنین، با استفاده از تجهیزاتی مثل نردبون، طناب، وسایل نقلیه و سازه های مثل پل، مسیر چالش برانگیزی که تا ایستگاه بعدی هست رو پشت سر میذارید، اون ایستگاه رو به شبکه کایرال وصل میکنید و علاوه بر به دست آوردن تجهیزات یا ارتقا یافتن تجهیزاتی که داشتین، مأموره جدیدی دریافت میکنین تا به ایستگاه بعدی ببرین و چرخه گیم پلی دوباره آغاز میشه. البته این ساده ترین و پیش و پا افتاده ترین شکلی هست که میشه این چرخه عمیق، هیجان انگیز و رضایت بخش رو توصیف کرد. چون در واقع المان هایی که بین این دو نقطه A و B وجود دارن، Death Stranding رو از بازی هایی که به اصطلاح به عنوان واکینگ سیمولیتور یا شبیه ساز راه رفتن شناخته میشن، کاملا جدا میکنه. در اینجا شما فقط از ایستگاهی به ایستگاه بعدی نمیرین تا داستان رو جلو ببرین. در واقع شما در ایستگاه A داستان محموله ای رو که باید به ایستگاه B ببرید میفهمید. به طور مثال محموله شما یک پرینتر سبودیه که ایستگاه بعدی برای پرینت کردن تجهیزات جدید به اون نیاز داره. بعد از دریافت سفارش محموله باید به نحوه قرارگیری بار، نوع هم و بازه زمانی لازم برای رسوندن اون محموله توجه کنید. مثلا شما نمیتونید بعضی از محموله‌ها رو وارد آب کنین، یا اگر محموله شما یه پیتزا باشه نمیتونید اون رو عمودی نگه دارید. البته خوشبختانه در این قسمت شما فقط با زدن دکمه مثلث به صورت خودکار میتونید چیدمان محموله‌ها و تجهیزات رو مشخص کنید و پیشنهاد من هم اینه که همین کارو بکنین و فقط به وزن محموله‌ها و تعادل شخصیتتون توجه کنین. بعد از تحویل گرفتن محموله و خارج شدن از ایستگاه A، اولین چالش پیش روی شما عبور از موانع طبیعیه. بنابراین قبل از حرکت برای اولین بار در یک بازی جهان باز سوم شخص، شما فقط هدف رو توی نقشه انتخاب نمی‌کنید، بلکه باید به پستی بلندی‌های راه و مسیر رودخانه‌ها هم توجه کنید. حضور دشمن‌های انسان و غیر انسان رو مشخص و دورترین مسیر رو برای عدم تقابل با اونا پیدا کنید. از اینجا به بعد مسیری که بین نقطه A و B وجود داره کاملاً غیر قابل پیش‌بینیه و به شدت می‌تونه شما رو به چالش بکشه، به خصوص اگر بازی رو روی درجه سختی هارد بازی کنید. چیزی که من برای کسانی که میخوان تنش واقعی رو تجربه کنن پیشنهاد میکنم. در این درجه سختی دشمنهای انسان که به عنوان میولها شناخته میشن شما را از فواصل خیلی دورتر میبینن. اگر با بیتی ها یا دشمنهای غیر انسان بازی روبرو بشین سریعتر شما رو تشخیص میدن و سریعتر وارد حالت حمله میشن. اما اگه بتونین با تنش و دلهره خیلی زیاد مخفیانه از بیتی ها و میول ها بگذرین، تازه باید با موانع طبیعی که عملا دشمن اصلی شما هستن روبرو بشین. بعد از پشت سر گذاشتن تمام این المان ها، معمولا قبل از رسیدن به مقصد ایستگاه بعدی رو در منظره ای وصف نشدنی میبینین و اینجاست که موزیک متن زیبای بازی شروع میشه و شما ثانیه به ثانیه موزیک رو با روحتون لمس میکنین و تمام تنش ها رو پشت سر میذارین. بنابراین تمام این المان‌های جدید گیم پلی مثل حفظ تعادل شخصیتتون، توجه به وضعیت راه رفتنش، دشمن‌ها و موانع طبیعی که بین مسیر وجود دارن لایه‌ای به گیم پلی اضافه می‌کنن که کاملاً Death Stranding رو از سبک واکینگ سیمولیتور یا شبیه سازهای راه رفتن خارج می‌کنه.
یکی از بخش‌های پیوندخوره با گیم پلی بازی بی بی یا نوزادیه که روی سینه شما بسته شده و به عنوان وسیله‌ای برای تشخیص بیتی‌ها ازش استفاده میشه. اما همین نوزاد، همین موجودی که در فرهنگ تمام انسان‌ها به عنوان ظریف‌ترین و بی‌گناه‌ترین چیز ممکن شناخته میشه، در طول این مسیر پرتنش و پرخطر همراه شماست. علتی که کوجیما از این تناقض استفاده کرده دقیقاً نشون دهنده اینه که هدف گیم پلی به هیچ وجه درگیری نبوده. کوجیما ظریف‌ترین چیز ممکن رو روی سینه شما بسته تا شما در طول این مسیر بیشترین احتیاط رو به خرج بدید. و حتی در بخش مبارزات بازی که انواع و اقسام سلاح‌های گرم وجود دارن، با داستان بازی یک دیوار بزرگ جلوی شما گذاشته. اونم این که کشتن افراد مساوی با تبدیل شدن اونا به بیتی و رخ دادن پدیده‌ای به اسم وید اوت که تقریبا تأثیری مثل منفجر شدن یک بمب اتم در محل مردن فرد بیتی شده داره. برای همین از تمام سلاح‌هایی که توی بازی هست دو نوع وجود داره، یک نوع کشنده و یک نوع غیر کشنده که دشمنان رو فقط بیهوش می‌کنه. البته با اینکه بازی تاکید زیادی روی دوری کردن از درگیری‌ها داره، ولی اگر بخواید میتونین برای به دست آوردن منابع بیشتر به کمپ میول‌ها حمله کنین، یا اگر اشتباهی با یک بیتی درگیر شدین به کمک سلاح‌هایی که با گلوله‌های خونی ساخته شده از خون سم درست شدن با اونا درگیر بشین. اما این درگیری‌ها معمولاً تکراری هستن و بجز مبارزاتی که خود بازی به شما تحمیل می‌کنن، فرار کردن از دست بیتی‌ها و میول‌ها معمولاً بهترین تصمیمه. اما چیزی که Death Stranding رو تبدیل به یک اثر بی همتا میکنه سیستم آنلاین بازیه که به قول خود کوجیما ژانر جدیدی در بازی‌های ویدیویی محسوب میشه، ژانری به اسم Stranding. قبل از اینکه بازی منتشر بشه من فکر میکردم که این یه حربه یه تبلیغاتی برای هایپ کردن گیمرهاست و بازی عملاً چیزی نیست جز یه اکشن ادونچر سروایوال یا اکشن ماجراجویی با المان‌های بقا. ولی بعد از شروع بازی و دقیق‌تر بخوام بگم با شروع اپیزود 3، سیستم آنلاین بازی به طور کامل وارد میشه و از اینجا به بعد شما در هدفی که داستان بازی داره، یعنی متحد کردن آمریکای پس آخر و زمانی، با بقیه پلیرها شریک میشین و همکاری میکنین. وقتی بازی رو به صورت آنلاین تجربه کنین، لایه جدیدی به المان‌های بین دو نقطه A و B اضافه میشه. اونم تجهیزاتی هستن که بقیه پلیرها برای عبور خودشون از چالش‌ها یا برای کمک به بقیه در محیط گذاشتن. شاید شما توی راه پلاک کم بیارید، شاید باتری موتور شما دقیقاً در وسط راه به آخرین حدش نزدیک بشه و اگر توی اون موقعیت یکی دیگه از پلیرها وقت گذاشته باشه و یک جنراتور ساخته باشه، اون موقع است که تا جایی که میتونین دکمه لایک رو براش میزنین و هیچ وقت یادتون نمیره که اون جنراتور بود که باعث شد موتور شما دوباره شارژ بشه و شما مجبور نباشین با دلهره از وسط میول‌ها و بیتی‌ها رد بشین. تازه شاید از اون به بعد شما هم به فکر بقیه پلیرها بیفتید و برای کمک یا صرفاً دریافت لایک تجهیزاتی در محیط بازی بذارین، این کار رو جوری انجام بدین که واقعاً کاربردی باشه. این سیستم همکاری هرچی که جلوتر میریم عمیق‌تر میشه، چون چرخه گیم پلی بازی مدام چالش‌ها و تجهیزات جدیدی بهتون میده و گاهی این چالش‌ها اونقدر به سادگی میتونن با کمک بقیه پلیرها حل بشن که باید بگم حتما Death Stranding رو در حالت آنلاین بازی کنین. در ضمن خوبی بازی اینه که برای بخش آنلاینش نیاز به اشتراک PS Plus ندارین و فقط یک خط اینترنت کافیه. در کل گیم پلی بازی به شدت رضایت بخش و اعتیاد آوره، ولی پیشنهاد من اینه که اول مراحل اصلی و نیمه اصلی رو که در بخش سم اوردرز قرار دارن انجام بدین. این معمولا مربوط به سم هستن و داستان بازی رو جلو میبرن. البته تجهیزات جدیدی هم بهتون میدن. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، فقط در همین حد میگم که بعداً وقت برای ساخت کل جاده ها هست. فعلا از داستان بازی لذت ببرید. اما نوبتی هم که باشه میرسیم به داستان بازی و وای که چه داستانی. کوجیما توی Death Stranding با داستان چند لایه‌ای که تعریف کرده، نگاه جدیدی به مقوله‌های دنیا، زندگی و مرگ انداخته. حداقل نگاهش برای من جدید بود. همینجا هم باید بگم که داستان Death Stranding یکی از سرراست‌ترین داستان‌هایی هست که کوجیما توی بازی‌هاش نقل کرده. طبیعیه که من توی این بررسی وارد جزئیات داستان نمیشم. فقط میخوام بگم که این بازی به هیچ وجه داستان غیرقابل فهمی نداره. و به عنوان کسی که داره این بازی رو برای این مخاطب فارسی زبان بررسی میکنه، باید بگم که فقط دو حالت وجود داره که داستان این بازی برای شما غیرقابل فهم باشه. یک، اینکه شما حوصله گوش کردن به حرف شخصیت‌ها رو نداشته باشین و فقط بخواید گیم پلی رو تجربه کنین. دو، اینکه شما زبان انگلیسی
چیزی رو در حد خوب بلد نباشین و همین باعث بشه دیالوگ‌ها رو متوجه نشین. دلیل اینکه اینقدر روی دیالوگ‌ها تاکید می‌کنم اینه که کوجیما داستان دث استرندینگ رو جوری با جزئیات و آروم آروم از زبون شخصیت‌های مختلفش بست میده که حتی اگه تمام کاتسین‌های بازی رو رد کرده باشین بازم در آخر بیشتر نقاط گنگ و نامفهوم رو به هم وصل می‌کنه و براتون به روشنی و سادگی توضیح میده. داستان بازی به طور خلاصه در آینده دور و آمریکای جریان داره که پدیده‌ای به اسم دث استرندینگ رو پشت سر گذاشته. اتفاقی که آمریکا رو تقریباً به یک ناحیه آخر زمانی تبدیل کرده. در این دوران انسان‌ها به علت وجود بیتی‌ها و دیگر خطراتی که با بروز دث استرندینگ به وجود اومدن، دیگه روی سطح زمین زندگی نمی‌کنن و در کلونی‌های مختلف و زیر زمین به زندگیشون ادامه میدن. همین موضوع باعث شده بزرگترین مشکل انسان‌ها که در زمان کنونی جنگ و قحطیه، در دوران دث استرندینگ به کمبود تدارکات تبدیل بشه. از این رو گروهی از انسان‌ها در این دوران به وجود اومدن که به اسم پورترها یا بارکش‌ها شناخته میشن، کسانی که نیازهای مختلف کلونی‌ها رو از طریق درگاه‌های دریافت و با عبور از میان راه‌های سخت و خطرات مختلف به مقصد می‌رسن. برای همین در این دوران پورترها مهمترین و شجاع‌ترین افراد جامعه ها محسوب میشن، چون شریان حیاتی این جوامع زیرزمینی و جدا از هم همین بارکش‌های قهرمان هستن. شخصیت ما سم پورتر بریج یکی از همین بارکش هاست که البته یه بارکش معمولی نیست. سم بارکشیه که پسر رئیس جمهور کنونی آمریکا بریجت استرند هم هست، اما به دلایلی سم به همه این چیزا پشت پا زده و ترجیح داده که تنها باشه و فقط محموله هم کنه، تا اینکه یه روز از طرف معاون رئیس جمهور مردی به اسم دای هارد من یا مرد جون سخت از سم دعوت میشه که به بالین رئیس جمهور یا همون مادرش بره، چون ظاهرا بریجت در بستر مرگه. در گفتگویی که بین بریجت و سم شکل میگیره، بریجت به سم التماس میکنه که برگرده و دوباره با متصل کردن تمام ایستگاه‌ها به متحد شدن آمریکا کمک کنه. سم در ابتدا این درخواست رو قبول نمیکنه و میگه که آمریکا و آدماش دیگه برای اون اهمیتی ندارن، ولی وقتی میفهمه که خواهرش آملی قبل از اون این سفر رو انجام داده و بسیاری از تجهیزات اولیه رو از شرق به غرب آمریکا برده ولی متاسفانه در غربی ترین نقطه مورد حمله قرار گرفته و در حال حاضر در بنده، راضی میشه که برای نجات خواهرش این سفر طولانی و سخت رو انجام بده و تک تک ایستگاه های بریجی که در این مسیر هستن رو به شبکه کایرال وصل کنه. این خلاصه داستان دث استرندینگ بود، ولی بهتون اطمینان میدم که وقتی بازی رو تموم کنین و این خلاصه‌ای که من اینجا گفتم رو دوباره بشنوین، احتمالاً از میزانی که این داستان رو ساده کردم خندتون میگیره. کوجیما در زمینه شخصیت پردازی یه بار دیگه قدرت خودش رو توی دث استرندینگ نشون داده و تک تک شخصیت‌ها رو جوری براتون موشکافی می‌کنه که شاید در اولین برخورد با ماما، دای هاردمن، ددمن، هارتمن و بقیه شخصیت‌ها با خودتون گفته باشین که این دیگه چه اسم عجیبیه. ولی وقتی کوجیما آروم آروم دست شما رو می‌گیره و در حین مأموریت‌های مختلف شخصیت‌های چند لایه‌اش رو بهتون معرفی می‌کنه، در آخر شاید شما هم مثل من موافق باشین که اسم‌های دیگه‌ای مناسب این شخصیت‌ها نبودن. البته نباید نقش یوجی شینکاوا طراح شخصیت‌های تمام بازی‌های کوجیما رو نادیده بگیریم، کسی که با به تصویر درآوردن این شخصیت‌ها به اونا روح بخشیده. حالا دیگه وقتشه که در رابطه با کاتسین‌های بازی صحبت کنم و باید بگم که بله، کاتسین‌های دث استرندینگ رکورددار کاتسین در بین تمام بازی‌های کوجیما هستن و بله، این سبک کوجیماست و اون از روز اول همین طور بازی ساخته. و من به عنوان کسی که معتقدم بازی‌های ویدیویی تکامل سینما هستن، تمام کاتسین‌های این بازی رو تحسین می‌کنم، چون هیچ کدوم از این کاتسین‌ها اضافه نیستن. تمام نقشایی که شخصیت‌ها در این کاتسین‌ها از خودشون به نمایش گذاشتن در رده‌ای بسیار بالاتر از بازی‌های ویدیویی قرار دارن و همتراز فیلم‌های هنری هالیوود قرار می‌گیرن. ترکیب موشن کپچر و صدا پیشگی‌های شگفت‌انگیز شخصیت‌ها در کنار کادرهایی که کوجیما بسته و دیالوگ‌هایی که نوشته چنان من رو جلوی مانیتور میخکوب کردن که به یاد ندارم تا به حال اینقدر توی یه بازی ویدیویی فریاد زده باشم، اشک ریخته باشم و بغض کرده باشم. در پایان برای جمع‌بندی این بررسی، این سوال رو مطرح نمی‌کنم که آیا دث استرندینگ بازی خوبیه یا نه. سوال درست اینه که آیا این بازی مناسب شماست یا نه. جواب اینه که اگه به بازی‌های سریع، مهیج و با چرخه گیم پلی کوتاه علاقه دارین، اگه بازی از نظر شما راهی برای پر کردن وقت و استراحت مقطعی ذهنه، دث استرندینگ بازی شما نیست و قطعاً باعث کلافگی و خستگی شما میشه. اما اگه به بازی‌های علاقه دارین که آهسته هستن ولی وقتی چرخه طولانی گیم پلی اونا به پایان میرسه رضایت عمیق و تاثیرگذاری دارن، اگه وقتی بازی می‌کنین دوست دارین توی اون بازی غرق بشین و ساعت‌ها خودتون رو در نقش شخصیت
تو اون بازی بذارین، اگه به داستان سرایی و به مفاهیم عمیق علاقه دارین و درک شخصیت‌های چند لایه براتون هیجان انگیز و تاثیرگذاره، شاید Death Stranding همونطور که نگاه من رو به جهان، حیات و مرگ تغییر داد، شما رو هم تحت تاثیر قرار بده و بهترین بازی عمرتون بشه. اما آیا بهترین بازی عمر من هیچ ایرادی نداره؟ خب نه. قطعا اگه بخوام از بُعد تکنیکی Death Stranding رو بررسی کنم، باید بگم هوش مصنوعی میول‌ها و بیتی‌ها پایینه. ولی برای من مهم نیست، چون من اصلا نمی‌خوام با اونا درگیر بشم و بازی هم این رو به من فهمونده که درگیر نشو، چون سودی نداره. اگه بخوام از نظر جزئیات گرافیکی ازش ایراد بگیرم، بله، شما وقتی به دیوارها تیر میزنین هیچ اثری روی محیط وجود نداره و وقتی با موتور سری میرونین کناره‌های مسیر خط خط میشه و مشخصه که پلی‌استیشن داره زور میزنه که این بازی رو اجرا کنه. ولی هیچ کدوم از اینا برای من مهم نیستن، چون اینها هیچ تأثیری توی تجربه من از این اثر نداشتن. راستش صحبت کردن درباره این بازی من رو یاد فیلم Back to the Future یا بازگشت به آینده اثر رابرت زمکیس میندازه، فیلمی که بدون ایراد نیست و شاید افراد زیادی هم اصلا یادشون نباشه که چی هست، ولی تأثیری که Back to the Future روی ذهن و شخصیت من داشت تا امروز روی من باقی مونده و همونطور که توی 8 سالگی به این نتیجه رسیدم که این بهترین فیلمی است که توی عمرم دیدم، تا الان که 30 سالمه هنوز فیلمی نبوده که اندازه اون فیلم روی من تأثیر بذاره. حالا Death Stranding هم Back to the Future من در دنیای گیمینگه. شاید همه دوستش نداشته باشن و خیلی مخالف دشمن داشته باشه، ولی من میدونم که این تنها بازی هست که بعد از 25 سال گیمر بودن تأثیر روی من گذاشته که تا کنون هیچ بازی دیگه‌ای نذاشته بود.